مساجد فرانسه در میان خلابکاری و اقدامات ناشی از نفرت اسلام حراسان رادیکال ها که روز به روز تعداد آنها بیشتر می شود هدف قرار گرفتند در همین راستا خبرگزاره های فرانسوی گزارش دادند دو مسجد در بزانسون در طول هفته گذشته هدف حمله قرار گرفتند مهاجمان از رنگ قرمز برای کشیدن صلیبها بر روی دیوارهای مساجد استفاده کردند این خبرگزاری گفته که مهاجمان ناشناس برخی خودروهای پارک شده در نزدیکی مساجد را نیز هدف قرار دادند. تاهر بلهاجی سخنگوی مسجد سنت کلود این اقدامات اسلام حراسانه را محکوم کرده و گفته که این اقدامات باعث نگرانی جامعه مسلمانان می شود. وی افزود ما در حال حاضر از طریق برخی رسانه ها و برخی سیاستمداران که درباره دین ما بحث می کنند هر چیزی درباره اسلام می شنویم و شاهد هستیم که آنها ترس را در جامعه مسلمان تزریق می کنند چندین مسجد در هفته ها و ماه اخیر شاهد اقدامات اسلام حراسانه مشابه بودند سالها از ظهور پدیده اسلام حراسی در جهان به ویژه در برخی کشورهای غربی میگذرد و ایجاد ترس از اسلام و مسلمانان به ویژه بعد از حملات 11 سپتامبر به واسطه سیاست هایی که غرب در پیش گرفته به شدت افزایش پیدا کرد به گفته تحلیلگران اگرچه مقابله با افرادگرایی در همه جای دنیا نیازمند تصمیم های جدی و قاطعانه است اما تلاش برای ریشهکن کردن افرادگرایی حتی اگر از سوی عده معدودی باشد که نام اسلام را خدشه دار کردند نباید با اسلام حراسی و مسجد حراسی اشتباه گرفته شود مسلمانان در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی در حال پس دادن تاوان اقدامات سخت ضد تروریستی در این کشورها هستند که در حقیقت نه مقابله با تروریسم بلکه ترویج بیشتر اسلام هراسی است